آقای بنی صدر سلام عرض میکنم. امروز روز 17 شهریور ماه 1399 هستش، برابر با 7 سپتامبر سال 2020 میلادی. امروز روز دوشنبه است. عرض کنم که مناسبت خیلی خوبی شد به خاطر یادداشت‌های شما و تماس‌های شما روزانه با مردم 40 پیش به صورت کارنامه روزها برای رئیس جمهور چجوری میگذره و در روزنامه انقلاب اسلامی منتشر میشد. یادم میاد که علی‌رغم تمام تضییقاتی که برای روزنامه انقلاب اسلامی ایجاد میکردن آقای خمینی و حزب جمهور اسلامی و شرکا، صفحای بسیار طویلی در این دکه ها روزنامه فروشی هنوز روزنامه منتشر نشده ایجاد میشد که بیان روزنامه رو بخرن و ببینن که واقعا توی کشور داره چی میگذره. عرض شود که جلسه نهمی هستش که در خدمت مخاطبین این جلسه هستیم. دفعه پیش صحبت خیلی جالبی رو داشتیم در مورد اینه که عقیده برای انسانه یا انسان برای عقیده است. یه چند تا ایمیل اومد، یکی از اونها هستش که نوشته: اگرچه در زمان ریاست جمهوری آقای بنی صدر از اولین شماره تا آخرین آنها که انقلاب اسلامی در بند بود مطالعه می کردم، اما 7 آخری که شما انجام دادید جامع ترین توضیحات در یک مجموعه با توضیحات کافی و وافی، ابتکار بسیار جالبی بود که بدین وسیله از جناب عالی تشکر می کنم. به نظر می رسد برای کسانی که تا کنون موفق نشده بودند محصل قضایی ها را مطلع شوند، تلاش قابل تقدیری بوده است. و هر حال ایستادگی بر عقیده و اینطور جدیت بر سر مواضع خود شاخه بس شگفتی است که کمتر در تاریخ ما سابقه دارد، که سخن بسیار است. مجدداً تلاش شما را قدر می نهیم. دوستان دیگری هم لطف کردن چیزهای دیگری نوشتن. در شوروی سابق بنابر اون بود که انسان برای مرام باشه، یعنی هدف مرام باشه و انسان وسیله، قرار بود دیکتاتوری پرولتاریا به وجود بیاد و عرض شود که طبقات از بین بره. نه تنها طبقات از بین نرفت، یه طبقه جدید نومنکلاتورام درست شد و بر شمار روزافزون پرولتاریا حاکم شد و نه تنها دیکتاتوری پرولتاریا ایجاد نشد، بلکه دیکتاتوری بر سلطه بر پرولتاریا انجام شد. اونم از خشن‌ترین و سرکوبگرانه‌ترینش در موقع لنین. در ایران هم همینجور. بنابراین بود که انسان برای دین باشه، ولی نه تنها مستضعفین از بین نرفتن، بلکه مستضعفین تبدیل به مستکبرین شدن و مستکبرین تبدیل به مستضعفین شدن، آنچنان که آقای خامنه ای در فرمایشات گوهربارشون برای بسیجی ها گفتن که در واقع اونا رو مستضعفین خواند. نمیتونه به این قهقرا نره اگر که این توجیهاتو برای خودش نداشته باشه. قدرت در ایران یا در هر منطقه دیگه اشتراک طرز فکرها در حقوق میتونه چاره کار باشه. اشتراک در طرز فکرها رو در حقوق و به اشکال مختلف هر کدوم از ما دوستان دیگه در خط استقلال و آزادی تجربه کردیم با گروه های دیگه، اشخاص دیگه. از جمله وقتی که به کلمه استقلال میرسه یه که گیری پیدا میکنه. فقط در حقوق هستش به عنوان حقوق ذاتی که میشه اشتراک پیدا کرد، مخرج مشترک پیدا کرد. این حقوق هستش که با ایرانیت سازگاره و با زندگی در وطن نسل امروز و نسلی بعد از نسل دیگه میتونه خانایی داشته باشه. این دوتا موردی هستش که فکر میکنم که باقی مونده هنوز از به اصطلاح صحبتهایی که با هم دیگه داشتیم در مورد کارنامه، که حالا هر چقدر که رسیدیم امروز میتونیم ادامه بدیم. خواهش میکنم بفرم. بله، عرض کنم که دفاتر هماهنگی هم هستن که اون زمان به طور خودانگیخته خودجوش بدید و یک تجربه مهم تاریخ معاصر ایرانه. وقتی یک امری واقع شد، اون هم به ابتکار
خود مردم یه تجربه ایست که نه تجربه میتونه تجدید بشه و مشکل سازماندهی جامعه رو برای رسیدن به هدفهاش دیگه خواهیم کرد. دائما ما نسل مراجعه به اون تجربه میتونه کارایی داشته باشه برای جامعه امروز. حالا دو مسئله رو میتونیم موضوع بحث کنیم. یکیش همین مسئله باز شدن طرز فکر هاست به روی حقوق که لحاظ این که ذاتی حیات هستن، همه انسان ها، طبیعتی که انسان ها در اون زندگی میکنن، جامعی که انسان ها تشکیل میدهن اشتراک دارن و چون اشتراک دارن آگاهی و وجدان انسان ها بر این حقوق اونها رو برمی انگیزه برای اینکه طرز فکرهای خود رو باز کنن به روی این حقوق. و تجربه تاریخ را این یه مسئله دوم که می توانیم بحث کنیم این مسئله انشعاب در طرز فکرهای مختلف که بشر به خودش دیده. ادیان مثلا اینقدر شعبه شعبه شدن، مثلا همین شیعه ببینید چندین صد و هفتاد چند شعبه است، مثلا نگریش فراوان شعبه است، مسیحیت همینجور، دین زردشتی، دین یهودی، اینا هم انشعاب های فراوان به خود دیدن. از این مرامه های سیاسی هم همینجور، حالا همین مارکسیسم شما نگاه کنید، از مارکسیسم هست، هرچ کنم تورتوسکیسم هست، لنینیسم هست، مارکسیسم لنینیسم، استالینیسم هست، ماویس هست، تورتوسکیسم هست، پست مارکسیسم هست، اوه تا بخواهی این شعبه ها وجود دارد. خب چرا اینجوره؟ چرا این مرام ها به جای اینکه به عنوان یک بیانی در جریان تجربه نقد بشوند و کامل بشوند و همه در اونها اشتراک پیدا کنند، این همه انشعاب به بار میارن؟ یکی از مهمترین مسائل همه جامعه ها در همه عصرها و مسئله ایران امروز به لحاظی که یکی از مشکلترین مسائل ایران امروز همین به اصطلاح همگرایی جامعه است و مانع مهم این همگرایی همین مسئله انشعاب. شما حتی کسانی که به یک مرام خود رو متعلق میدونن یا نمیتونید گرار هم بنشونید همه حرف همه بشنوند. همین در این 40 سالی که ما در غربت جنگ های سیگانه در اون جبه ها مشغولیم، گرایش هایی که خودشون رو از یک تیک میدونن فراوان با هم اتحاد کردن به جایی هم نرسید. نهای مطالعهش بسیار مهم. حالا اول از اولی شروع کنیم. پس میشه 3 تا مسئله، حالا یکیش روز بلکه بحث کنیم. مسئله باز شدن مرام ها تجربه‌های دینی و غیر دینی به روی حقوق، اول مسئله ای که به ذهن میاد میگه خب مگه میشه دین و مرام به حقوق نپرداخته باشن که حالا ما بیایم اینا قاعدتا اشتراک دارن؟ نه چنین نیست. قاعدتا اولا در آغاز که حتما به حقوق پرداختن، برای اینکه نمیشه مردم رو دعوت کرد به اینکه بیایید من بر شما سوار بشم.
دعوت نخستین حتما دعوت به این است که شما انسان ها این حقوق دارید، بیاید به این حقوقتون بزن آشنا بشوید و به این حقوق عمل کنید، رابطه هاتون رو با این حقوق تنظیم کنید و این جاذبه داره انسان ها رو جذب میکنه و سبب پیوستن به یه مرام یا دین میشوند و این دین وسعت میگیره، پیروانش بیشتر میشه. اما به تدریج که از خود بیگانه میشه در بیان قدرت، یواش یواش این یاد مردم میره. نسل‌های بعد که میان میبینن این دین شده یه رشته تکالیف. حالا یک معنویتی ارتباط با خدایی هم هست، حالا در مورد دین ها معنویتی هم هست در مورد غیر دین ها. نمبر مثلا فرض کنید که مارکسیز میگه من با معنویت اصلا بریدم، هرچه از مادیته، نه، منتها اون معنویتی که میگوید من به اصطلاح مقبول او هست، این فرارفتن هست از تضادها و بازیافتن اون جامعیت و مثلا یک آشتی انسان ها با یکدیگر است در جامعیت. اون سبب میشه که به این که بدون تضاد با هم زندگی کنه. خب حالا در خود مسئله اسلام هم شما نگاه بکنید، در مشیه ما این رساله های مراجع که باز کنی یک رشته تکالیف از آغاز تا پایان، این که انسان حقوق است و حقوق مند و حقوقی دارد و اینا، نه اولین جزوه رو اونم بعد ترتیبی که توضیح دادم در گفتگوی دیگری آقای منتظری انتشار داده تحت عنوان حقوق انسان در اسلام. خب حالا آقای خمینی در فرانسه از اون اصول بیشگانه یکیش حقوق انسان بود، ایشون گفت که ما این حقوق رو در ایران رعایت خواهد شد، برقرار خواهد شد، ایرانی ها از این حقوق برخوردار خواهند شد. دموکراسی هم بود و استقلال آزادی هم بود، همین هم بودن، ولایت جمهور مردم هم بود. ولی چون ذهنیت جامعه این حقوق در طرز فکر دینی جامعه وارد نشده بود، پس راه آسان می شد در دیرش. گرچه ما در دوران و از ورود به ایران شهر به شهر راجع به این حقوق صحبت کردیم و این که انسان این حقوق دارد و، اما خب گفتم این تا جان وارد نشه، جان نیفته، پذیرفته نشه، وجدان همگانی نه، پردی و جمعی نشه، راحت میشه زد زیرش. و همجورم شد که زدن، نه تنها زدن زیرش، جرمم شد. بله گفتم یکی از جرمه های بنی سعد این طرفداری و از حقوق بشر. وقتی که این که دین اکثریت بود زد زیر حقوق، مارکسیست ها و گروه های چپ هم که مارکس از اول گفته بود این حقوق بشر حقوق بازی بورژوازیه، علت عمده شب همون مالکیت خصوصی، اونم که به این چیزا قائل نبودن، از در طرز فکر اونم هم وارد نبود. عرض کنم به شما طرز فکر دینی های دیگر که بودند و اقلیت هم بودند، بگم که وارد بود و پذیرفته بود، نه نصافت، نه در اقلیت سنی این مشاهده می شد، نه در
اقلیت مسیحی و یهودی و زردشتی. این که اگر در اونها پذیرفته شده بود، این اکثریت نمیتونست نسبت به اولاغیت نسبت به اولاغیت بمانه، چون خودش عقب میدید. کمی توقف. الو؟ بله، صداتون قطع شد ولی دوباره وصل. الو؟ بله بله، صداتون قطع شد متاسفانه ولی الان دوباره وصل شد. صدای منو دارین؟ من توقف کردم به دلیل که نوشته آمد که قطع شد. بله بله، الان امیدوارم نخواستم صحبت کنم که بله. الان شروع کنم؟ بله بفرمید خواهش می‌کنم. امروز اینترنت مثل که ورزش زیاد درست نیست. بفرمید خواهش می‌کنم. بله، اگر این اقلیت ها حقوق رو پذیرفته بودند و افراد اونها به این حقوق عمل می کردن، اکثریت شیعه نمی توانست لاغیر بمانه به اون حقوق. این مشکل ایران اون روز بوده. یکی از عوامل بازسازی استبدال، بلکه مهمتر حالا بیایی این که ایران بگیم آقا این همه تقصیرهای زیر سر این دین ها و مرامات، خب که نمیشه انسان از مرام خالی کرد که این شدنی نیست. هیچ کس هم هیچ وقت هم در هیچ جا هم نتونست. راهکار صحیح این است که ما انسان ها وجدان پیدا کنیم که این حقوق رو داریم و به جای این که اختیار ما بالا باشه که اونا بگن که این حقوق دین مقبول دین هست یا خیر، خودمان این کار بکنیم، دین به این حقوق عمل کنیم، ببینیم وقتی دیدیم زندگی ما بهتر شد، اصلا زندگی شد، خب این رو در طرز فکر خود هم راه میدیم دیگه و این مشترک همه میشه. همین امری که در مورد ویژگی های ایرانی هم همینجوری پدید آمده دیگه. در طول تاریخ ما یک هویتی به هم رسوندیم، هر کشوری هر ملت اینجوری یک هویتی به هم رسونده که در مورد ایران مثلا میگن ایرانیت، یعنی ویژگی هایی که هویت ما داره به عنوان ایرانی، همه ما در اونها مشترک. در این ویژگی ها طرز فکرهای مختلف مشترکن. اون طرز فکرهایی که هنوز در ایران دوام آوردن و ماندگار شدن به لحاظ اینکه در اون ویژگی ها اشتراک دارن. مثلا استقلال ایران به معنای اینکه بیگانه نمیباید مسلط بر مردم ایران و کشور ایران باشه، همه ی طرز فکرهای موجود در ایران اشتراک دارن. هر کدوم نداشتن کارشون نگرفته. نگاه کنیم به سرنوشتی که حزب توده پیدا کرد، چون نتوانست این استقلال رو به معنای اینکه قدرت خارجی رو در امور داخلی نبا این رو در طرز فکر خودش راه نداد. بدنه حزب این جاذبه این جنبش ملی ایران جذب کرده بود، به طوری که در نشریات چون رهبران اون حزب اون زمان می نوشتن تخصیل می داختن در گردت این طرف که زمین رو زیر پای حزب دارن سوس می کنن. و در واقع
این جاذبه استقلال آزادی که یکی مهمتری از ویژگی های ایرانیت بود و خصوصا از دوران قائم مقام و امیر کبیر و به این طرف این ملموستر بود به عنوان ویژگی های ایرانیت، این پذیرفته مردم ایران شده بود. حالا اگر یک روحانی فرض کنه شیعه خلاف این عمل میکرد یا میگفت از اعتبار میافتاد. اون طرز فکرهای مختلف هم در این دو اصل و این دو حق شرکت پیدا کردن، اینه به خود طرز فکر خود به خود راه داده بودن. و اگر اینجور نباشه، یعنی طرز فکرها باز نشوند به روی اصول، ویژگی ها، حقوق که ادامه حیات ملی رو در یک وطنی ممکن می کنند، تضمین می کنند، اون جامعه نمی پاد، اون می پاشت از هم. و یاد یک در این جا که رسیدم یادآور بشم که از پیامی که مدرس به احمد شاه داد از جمله پرداخته به همین مسئله، به اینکه اون چیزی که جامعه رو جامعه نگه میداره، خصوصی جامعه ما داریم، اقوام دارن، این اقوام طرز فکرهای دینی یکسان ندارن. عرض کنم به شما تجربه های مختلف در کشور ما هست. اگه این وضع جا اون چیز که جمع میکنه اینجا افراد جامعه رو به امکان میده که به مردم ایران گفت یک جامعه، جامعه ملی اون نباشه، خود این جامعه میپاشه. اینه که تضعیف ایرانیت از یاد بردن این ویژگی ها از نسلی هایی که پشت سر هم میاد، در مواردی شما میبینید که همینجورم به همین بلم سر ایران آورده. در این زمان هایی شده که ایران به حالت از هم پاشدگی پیدا کرده، یه دوره هایی تا نزدیک انقراض و انحلال رفته، ولی به یمن همون ویژگی های ایرانیت این دوباره خودشو باز یافته و به عنوان ملت ادامه حیات داد. پس اون اهمیتش اساسی است، اینه که هر ملت زنده‌ای به اونها بها میده و اهمیت میده، نسبت به اونها حساسیتش بیشتره. شما مثلا فرض کنید که در کشورهای های اروپایی، امریکایی، چین، یک اموری هست، یک بسرا ببخشید، یک ویژگی ها هست، یک حقوقی هست، یک اصولی هست، اونها همه درش اشتراک دارن. پس کنید در فرانسه دموکراسی این مشترک هم هست، جز اون فرانسیویت هست. حالا همه جامعه نسبت به حساسیت، حالا یه روزی اگر این حساسیت از بین برود، خب این دموکراسی هم از هم میپاشد. اینه که اونهایی که میخواهند جامعه فرانسوی دموکراسی را از دست ندهد، حساسیت دارن نسبت به این دموکراسی و برمی‌انگیزن این حساسیت رو در جامعه، یعنی به یاد جامعه میارن که این شیوه اداره جامعه، این شیوه زندگی نباشه، این خلل رو مثلا راست افراطی پر میکنه یا چپ افراطی پر میکنه و این بلای سر اون کشور میاد که قبلا سر روسیه و مثلا آلمان آمد. این همه فیلم ها، آثار ادبی، موسیقی،
نقاشی کارشو چیه؟ یکی از کاراشو چیه؟ یادآوری همین مهمه که در آلمان یادتون باشه اروپایی ها که در آلمان نازیسم حاکم شد با اینکه دموکراسی داشت، در روسیه استالینیسم استقرار یافت که استبداد فراگیر کاملی بود. اینا همه به دلیل اینکه شما اون چیزی که این مثلا جامعه رو به عنوان جامعه در یک نوعی از زندگی حفظ میکنه از یاد بردید، از یاد ببری اون سبله ها سرت میاد. حالا بیایم در کشور ما نگاه کنیم ببینیم هم چیزا هست انصافا نه. مثلا ما این رژیم پهلوی رو مردم ایران انقلاب کردن چون با ایرانیت نمیخوند دیگه، گفتم که نمیتونه پایدار بمونه. چرا من 5 سال قبل از سقوط شاه به این نتیجه رسیدم که این رژیم رفتنیه؟ الانم میگم این رژیم جانشین رفتنیه. لازم اون زمان که ما انتشارات مصدق رو تصدی میکردیم به موازنه عدمی من مشغول بودم و پرداختم به این همین ویژگی های ایرانیت. دیدم این رژیم پهلوی با این ویژگی ها نمیخونه، پس به این نصیب هستم که ماندگار نیست و ماندگارم نشد. خب حالا که ماندگار نشده، غیر این خط ربط استقلال که یادآور میشود ناسازگاری های ناخوانی های اون رژیم رو با ویژگی های ایرانیت، انصافا در کشور ما کی به این مهمی هم پردازه؟ هیچ کس. نه تنها نمیپردازن بلکه میگن فراموش کنیم. ده هم که میگن عصر طلایی بود. حالا که نه، این جامعه اگر بخواد یک جامعه باشه حیات ملیش رو ادامه بده، اونم در دنیایی که این دانش و فن با این سرعت درش روش میکنه، ناممکنه. شما مثلا من علم در از ویژگی های ایرانیت ندانی عقب میمونی، در بداغون میشی و میشه هم چیزی. طرز فکرهای مختلف ناچار باید به روی علم باز بشه. اون حقوق اهمیتش در اینه که میگه که این علم با زور ترکیب بشه یا با حق ترکیب بشه و به کار بره، چون خودش تنها به کار بردنی نیست. شما بخوای علم و فن رو به کار ببری یا باید با زور ترکیب کنی، در روابط قوا به کار ببری، یه عده سوار یه عده دیگه بشون، یا باید که با حق ترکیب کنی در رشد یکایی که مردم به کار ببری، مثلا در اقتصادش، در فرهنگش، در روابط اجتماعیش، در خانواده، در سیاستش، در سازماندهی های سیاسی. این علم وارد نشه به جز یکی از ویژگی های ایرانی هم نشود، و این جامعه معناش اینه که علم رو در تنظیم زندگی روزانهش بهش محل نمیده. وقتی این به محل نمیده، پس نمیتوانه نیروهای محرکه رو در روش به کار بگیره. چون نمیتوانه، از درون شروع میکنه به از هم گسیستن. حالا که از بیرون هم تحت فشارهای دنیایی که میره جلو قرار میگیره، از دو جهت متلاشی میشه از بمیره. این توضیحات که عرض کردم برای این است که این شنوندگان بحث ما توجه بکنن به این که کار اساسی این است که این حقوق رو وارد کنیم در طرز فکرهای خودمون، چون بدون این نه علم، نه فن، نه سرمایه
نه نیرو، اینها رو نمیتوانیم از اینا یه ترکیبای درست کنیم که به کار زندگی در این عصر میاد. نکنیم اینا به کار میره، در وازور ترکیب میشه، در تخریب ما به کار میره. این برگ اساسیش اینه. ببینید به روزگاری که الان ایران داره، خب حالا چرا از بالا این مشکل حل نمیشه؟ یعنی اون نهادهای دینی و مرامی این باز نمیشوند، باز نمی کنند طرز فکرها رو به روی این حقوق. نظرحال حاضر مثلا این آقای روحانی آمد اوائل کار صحبت از حقوق شهروندی کرد، یه فهرستی هم درست کرد که ملخمه بود. ما این در حقوق پنجگانه حقوق شهروندی رو در بعد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی هم با نظم و ترتیب آوردیم. همچی چیزی نبود، ولی همون هم به طاق نسیان سپرده شد، فراموش شد. چرا؟ به لحاظه که فرض کنه این نهاد دینی بیاد و بپذیره که این حقوق رو انسان دارن، ولایت مطلقه در جای یعنی باطل. یک. دو، این که دین و انسان برای دین است اونم باطل. برای اینکه وقتی شما این حقوق رو در طرز فکر را دادی، این دین میشه برای انسان. شما باید به این حقوق عمل کنید، خودت هم باید عمل کنید، کسی دیگه به جای شما به این حقوق عمل نمیتونه. اون بالا هم که برای خود ولایت بر شما قائل است که تکالیف دینی شما رو تنظیم کنه که چی کن چی نکن، به عنوان بالا این بی محل می شود. به عنوان این که یک انسان هایی باشند که اینها وجدان همگانی رو مرتب برانگیزند به این که این حقوق رو دارند، با محل می شود. اما خب اینا اونجا دیگه قدرت محل نداره، حقوق محل داره و اینا نمی خواهد موضع قدرت رو ترک کنن. تمام مشکل اینه. پس از بالا دو مشکل داره که این حقوق با اینکه بدیهیه، انسان زندگی داره دیگه، فعالیت حیاتی داره، این فعالیت حیاتی هست که اسمش از حقوق، نفس کشیدن یه فعالیت حیاتی، این حقه. نمیشه در طرز فکر آدم این راه نداشته باشه و طرز فکر آدم نپذیره که من همچه حقی را دارم. ولی خب عملا میبینیم که نپذیرفته. چرا نپذیرفته؟ برای اینکه بپذیره خب اون آبرت منطقه میره پیکارش، برای اینکه من صاحب حق میشوم، دین برای من میشود. وقتی دین برای من شد خودم باید تصدی کنم. آقا به عنوان من به عنوان دین بر شما ولایت مطلقه دارم، بی‌محل میشه. پس این انسان برای دین است، یعنی این آقا یکی از معانیش این است که این یک شخصی بر من ولایت مطلقه داشته باشه و این باز حق وندی من تضاد دارد. چون تضاد دارد یکی از دوتا باید حذف بشه. میگن آقا این حق وندی باطله، نه مال غربیه، اشتراب که هم به غرب نداره. در قرآن حقوق انسان هست، غرب بیچاره در انقلاب فرانسه، تازه اون زمان هم سیر اندیشه در غرب کسی بخانه میبینه، اون زمان هم بیشترین مراجعه به اسلام بود از جمله برای خاطر همین حقوق. حالا برای مسلمان ما نمیتوانیم آقای مسلمان قرآن تو میگوید تو این حقوق داری، حالا
اونجا یادتون هست که اینجا بحث بود با آقای کدیور. ما گفتیم حالا به عنوان مباح اینم نمیشه بگیم که این داشتن این حقوق رو دین حرام نمیداند، مباح میداند. مستحب هم نمیگیم، ما مباح میشه داشت. چرا این گونه بستن به روی حقوق؟ این دلیلش اینه که این میگه شما برای دین هستی، انسان برای دینه، انسان برای دینه، یعنی که یک مقام بالا لازم است که او شما رو برای دین رهبری کند. از دین برای شما باشه اون بالا بی‌محل میشه، و وقتی دین برای شما باشه حق با محل میشه، چون باید اگر دین برای من باشه من به چی عمل کنم؟ خب یه درست عبادات داره عمل میکنیم، تازه اون جز حقوق معنویست. بقیه زندگی چی تکلیفش میشه؟ به چی؟ خالی؟ خالی که نیست. این بقیه زندگی رو حقوق باید تنظیم بکنن یا زور تنظیم بکنن، دوتا بیشتر هم نیست تو این هستی، یا حقوق تنظیم میکنه یا زور تنظیم میکنه. اون مقداری که هنوز خوشبختانه به طور خودجوش این رابطه ها فعالیت ها رو حقوق تنظیم میکنن، حتی انسان ها نمیدونن، خدا خداگاه هم خود فعالیت های حیاتی به طور خودجوش انجام میگیرن. این زندگی ادامه داره، ولی خب ما میبینیم محیطی آلودگی محیط زیست رو میبینیم، ما میبینیم منابع طبیعت در حال تمام شدن، ما میبینیم برابری ها در سطح جامعه ها، تبعیض ها در سطح جامعه ها روز افزونه، و ما میبینیم که امروز رسیدیم به نقطه خطر، زندگی بر روی زمین در خطر است. یعنی اینکه قدرت روز به روز بیشتر تنظیم میکند رابطه ها. قرار ما بخواهم این رابطه ها قدرت تنظیم نکنه، چقدر باید کار دیگه ای که میتوانیم بکنیم کدامه؟ میشه فکر کنیم کاری که ما کردیم همینی که نشستیم فکر کردیم در این خواست نخواهیم این قدرت تنظیم کنه، چگونه تنظیم کنیم؟ هیچی جز حقوق نیست، خصوص وقتی که اینها ذاتی حیات هم. حقوق ذاتی حیات تنظیم کننده فعالیت های حیاتی هر انسان و جمع انسان هاست. خب اگه طبیعت دین و مرامی بسته شد برای روی این، باید بپرسید چرا؟ چون قاعدتا دین و مرام برای همینه که آدمی به زور تسلیم زور نباشه و با زور تخریب نشه و تخریب نکنه، با حقوق روش کنه و با حقوق رابطه هاش تنظیم کنه. چرا بسته شد؟ برای اینکه اون دین از خود دیگانه میشه در بیان قدرت، رابطهش با انسان تغییر میکنه. دین برای انسانه میشه انسان برای دینه. به محض اینکه این رابطه تغییر کرد، یه آقا بالا سر لازمه، اون نهاد دینی میشه ارباب. ارباب هم که در قرآن هم هست، میشه رب، خدایی میکنه بر مردم. وقتی اون بالا شد تضاد پیدا میکنه با حقوق، چون یا باید او راهبر زندگی باشه، منو برای دین راهبری کند خاطر دین، یا اینکه دین مال من باشه و من به حقوق عمل کنم. اگر این دومی باشه اون آقا اون مقام میشه بی‌محل. این در مورد دین. حالا بیا شما در مورد مرام‌های دیگه، مثلا این گروه های چپ در مورد ایران رو تنها نمیگم، در کل جهان الان به این حالت به اصطلاح ضعف افتادن، مرامشون هم عملا برشکسته. با اینکه خب یک خواستای مهم عادلانه انسانی این در طرز فکرهای اونها وجود داره،
مثل همین که انسان ها برابرن، مثل این که استثمار نباید باشه، نابرابری ها نباید باشن، تبعیض ها نباید باشن، اینا همه چیزهای صحیحه. خب چرا اینجور شده؟ این برمیگرد صداتون باز قطع شد. سوت لنین بعد جانشینش داشتن. بله؟ من یه چند ثانیه صداتونم. برای دوباره اومد. بفرمایید خواهش می‌کنم. امروز اینترنت وضعش خیلی بده. بفرمایید خواهش می‌کنم. بله. شد استبداد فراگیر و شد انسان برای مرام. ما در خدمت مارکسیسم لنینی هستیم. نتونم خودی غلطه. مارکسیسم لنینی در خدمت من انسان باید باشه. اگه اینجور باشه اختیار مرام هر کس میفته دست خود او و انسان ها دیگه اون سازماندهیه که اسمشو گذاشته بودن به اصطلاح تمرکز گرایی دموکراتیک، سنترالیسم دموکراتیک به اصطلاح مرکزیت گرایی دموکراتیک، اون دموکراتیکش به اصطلاح مرد چیز پوشش بود، اون سنترالیسمش واقعیت داشت. یک چیزی بود در مورد حزب کمونیست فرانسه که یک سنجش افکاری انجام شده بود از اعضای جوان اون حزب و مثلا بعضی از اونها گفته بودن که ما مثلا شب میریم خونه اونجا میشیم راجع مسائلی فکر میکنیم که اینجور بشه اونجور باشه بهتره. صبح که میایم منیته ارگان حزب اونا بود انسان، به فارسی انسانیت. منیته رو که میخونیم میبینیم که ما بعد فکر میکردیم حزب درست میگه، حزب یعنی همون مرکزیت. در احزاب کمونیست ارتباط افقی ممنوع بود، ارتباط عمودی از پایین به بالا، از بالا به پایین فقط وجود داشت. هر کسی مثلا پیشنهادی داشت باید میداد به مقام بالاتر و همجور میرفت تا به مرکزیت حزب. دستورم از بالا میامد به پایین همه باید اطاعت میکرد. وقتی من وارد اروپا شدم این مسئله این که سازماندهی جبهه ملی چگونه باید باشد، مسئله جبهه ملی اروپا بود. اینا احزاب منحل کرده بودن، جبهه ملی شده بود یک سازمان، با مصدق نامنگاری کرده بودن. مصدق هم این غلط دانسته بود این گونه سازماندهی رو، بر همون اساس اشتراک در اون ویژگی ها گفته بود که نه، جبهه ملی سازمانیست که طرز فکر های مختلف که در اشتراک دارن، که اشتراک دارن در استقلال و آزادی، اینها با هم به اصطلاح همکاری کنن برای متحقق کردن اون مشترک. پس طرز فکر او این بود که این استقلال آزادی باید وارد بشه توی طرز فکرها هرچه هست، به محصی که شد این میشه مشترک. و حالا شده بود یه سازمان و این نامه جواب مصدق سانسور شده بود. این نامه رو نامه های سازمان به مصدق، رهبری سازمان جبهه ملی به مصدق، جواب اونا رو هم از ایران برای من فرستادن. من به اون رهبری اون زمان گفتم خب شما اینو دریافت کردید چرا منتشر نکردید؟ جوابی ندادن به این
سوال اساسی اینه که من برای تمام واحدها مستقیم فرستادم. حالا رفتیم کنگره. اونجا یکی بلند شد و گفت آقا شما این نویسنده کتاب احزاب سیاسی گفته که ارتباطات باید عمودی باشه، شما ارتباط افقی گرفتید. گفتم ولی من مقلد اون آقا نیستم. که خیال کنید که من مقلد نویسنده اون کتابم، نه. از دید من ما یک اشتراک داریم و این اشتراک قربانی شده در این سازماندهی شما و مصدق متوجه شده که این اشتراک قربانی شده و شما با سانسوری که کردی در واقع این استقلال آزادی است که قربانی کردی. حالا برای این که شنونده این بحث بدونه این که دارم میگم چقدر مهم و اساسی است، این بگم که بعد که چون در جبهه ملی داخل در واقع استقلال رو برداشته بودن و استقرار حکومت قانونی هدف جبهه ملی ایران هست، یعنی آزادی شده بود تنها به عنوان اون مشترک، یک در یک کنگره ای حالا ما میخواییم که برگردیم به اون شعار استقلال آزادی. خیال میکنید این آسانی شد؟ خیر. شاید بیشتر از 2 ساعت این طول کشید. یکی از اون جوانی بود و عضو همون کنگرم اعصابش به هم ریخت و بلند شد و گفت این چه بساطی بود. حالا ما بون گفتیم آرام باش، برای اینکه اساس حیات این تشکیلات همین اینجا داره تعیین میشه. ما به حول اشتراک از میان بر بخیزه، این سازمان در واقع اسم به محتوا نداره و در عمل هم همین جور شد. اون ما به حول اشتراک عده نپذیرفتن و اون سازمان از بین رفت. بعضی هاشون بعدها این از لنین و بزرگ طرفدار لنین و بزرگ نمیدونم کاسترو چی و چی شدن، بعضی هاشون آخر سر آمدن شدن رفیق دکتر بختیار. خود جبهه ملی هم که برید که ببینید چرا اینجور شد، به این سردمش گرفتار شد، همینه میبینید. اینه که انسان ایرانی باید این اولی مسئله برای خودش حل کنه که دین برای من است، مرام برای من است، یا من برای مرامم. اگر این رو پذیرفت که دین برای اوست، منطقه هم همینطوره، صریح قرآن هم همینه، اگه مسلمانه، اگر هم نیست خب اون طرز فکرها رو باید نقد بکنه. اگر اونها نمیپذیرن که اون مارکسیسم برای انسان است یا لیبرالیسم برای انسان است، اینه نبل اون مرام ها مثلا نوعی از اون مرام تو ذهن اوست که یا او برای مرام است، خب غلطه، باید نقد کنه اون مرام برای انسان. اگر این کار کرد اون وقت میتونن طرز فکرهای مختلف اشتراکات داشته باشن، در اینکه نمیتونن نداشته باشن. چرا نمیتونن نداشته باشن؟ به دلیل ساده اینکه در یک سرزمین زندگی میکنن، با هم اشتراکات روزمره دارن در بُعد اقتصادی، در بُعد اجتماعی، در بُعد سیاسی، در بُعد فرهنگی، طبیعت مشترک دارن، روابط با دنیای خارج دارن، همینا مشترک. زندگی مشترک چی لازم داره؟ اون ویژگی هایی که بهش میگیم ایرانیت در مورد ایران، اون لازم داره.
اما اگر شما برای دین باشی اصلا محل عمل به حقوق محل عمل پیدا نمی کنه. شما باید به دستور زندگی کنی. دستور چی بگه؟ مقام دینی یا رهبری حزب بگه اینجور باید زندگی کن، باید بکنی اونجور زندگی کن، باید بکنی. اصلا مشترک محل عمل پیدا نمی کنه. این است که دین ها و مرام ها که میشن قربانی در این حال مقصر، برای اینکه میگن آقا این اسلام نمیگذاره ایرانی ها با هم متحد بشن، یا نمیتونم این مارکسیسم نمیگذاره، یا این لیبرالیسم نمیگذاره، یا این مسیحیت. نه، اینا هیچ کدوم نیست. اونی که نمیگذاره همین رابطه است بین من و طرز فکرم. اگه طرز فکر من برای طرز فکر باشم، اختیار از دست من بیرون میره، چون میگه تو برای اونی هست دیگه. خب اون کی اون دینه رو کی تصدی میکنه؟ نهاد دین یا نهاد ایدئولوژیک، ایدئولوژ ها. من باید طبق دستور اونا زندگی کنم، اونجا دیگه محلی برای حقوق و اشتراک اینا نیست، مگر اینکه اونها روی منافع خودشون مثلا بخوان در قدرت اشتراک پیدا کنن، مثلا دولت تصرف کنن، با هم یه اتحادی بکنن، بله یه مدتی با هم متحد میشن، بعدم سردمه کول هم میزنن و هم متحد میشن، از هم جدا میشن. حالا بیاییم میبینیم که نهضت ملی ایران چرا به کودتای 28 مرداد انجام میده. اگر اینا در استقلال آزادی اشتراک نبود، مگر جبهه ملی در مبنای استقلال و آزادی شکل نگرفته بود؟ و این نهضت ملی برای متحقق کردن استقلال و آزادی به وجود نیامده بود؟ چرا؟ و چه شد که به هم ریخت؟ حالا ببینیم که یکی یکی ببینیم که این ترقی آقای کاشانی از دین و نقش خودش چیه؟ ترقی آقای بقایی از طرز فکر و نقش خودش چیه؟ و و و و اینا رو یکی به یکی که من کردم این کارو، یکی یکی که بررسی بکنی میبینی که این ترقی اینه که انسان برای دین نمیدونم فکر چپه یا راسته، چون اینجوره که انسان برای اینه یا برای اونه، اختیار از دست افراد عادی خارج میشه، تکلیف رو او بالا باید معین کنه. آقای کاشانی خود رو تعیین کننده تکلیف میده، تعریف میکرد تکلیف شرعی، این که آقای خمینی هم همجور. پس افراد عادی کارشون عمل به تکلیف از دید او. آقای این بقایی و مکی و این تیپا هم عیناً خود رو رهبران سیاسی تعیین کننده تکلیف تلقی می کردن، تکلیف سیاسی البته. پس انسان ها نیستن که اون طرز فکرها بنابراین فعالیت ها رو تصدی می کنن، بلکه اونا کارشون اطاعت، چون اونا برای دینن، اونا برای مرامن، مرام دین برای اونا نیست. نتیجه اشتراکات بیمحل شد، از به اصطلاح این که این رهبری فعالیت ها رو هماهنگ بکنه، نه این نقش از دست داد و اصلا فراموش شد. ببینم اگه فراموش نشده بود چگونه ممکن بود که این آدم هایی که در نهضت ملی ایران بودند و کار و ملی شدن نفت و تشکیل حکومت همه اینها شرکت داشتن، خودشون شدن عامل کودتای 28 مرداد؟ و بپرس از خودت، اینه از خود بپرسی میبینی که بله
این استقلال آزادی فراموش شد از رفت بیرون. چرا این نتوانستن این کار بکنن؟ برای اینکه این وجدان همگانی مردم ایران، خوب گوش بدید شما نسل امروزی، در وجدان همگانی مردم ایران با طرز فکر اونها مردم ایران، این دوتا از هنوز درونی پذیرفته تنظیم کننده رابطه ها نشده بود، به این دلیل که هر ایرانی فکر میکنه او برای دینه، او برای مرامه، او برای سازمانه. این رابطه هست. به این ترتیب یه بحث بسیار مهمی امروز ما انجام دادیم و متوجه شدیم به این که اگه دین برای و مرام برای انسان باشه، محل پیدا میشه برای اشتراک در اون ویژگی هایی که بقای این اشتراک، حتی بقای زندگی در یک وطنی ممکن میشه. برای اگر این حقوق پنجگانه که ما پیشنهاد کردیم انسان ها بهش وجدان پیدا کنن، این دو در طرز فکرهای خودشون راه بدن، طرز فکرهای خودشون را هم به اصطلاح مال خود بدانن، بگن دین برای اونهاست، اونا برای دین نیستن، میشود امیدوار شد که ایران، حیات ملی ایران از خطر میرهد و ادامه حیات در این سرزمین، در وطن ما، در استقلال آزادی ممکن میشود. یک نکته هم یادآور بشم و اون این که این حقوق حق اصلا در جلد سوم کتاب رشد موضوع هست. یک موضوع اصلیش حق و تعریف حق و ویژگی حق و نقش حقوق در رشد انسان و آبادانی طبیعت، آراء متفکرها و دانهای مهم این غرب و شرق در این کتاب جمع آمد. حق چیزی نیست که مثلا بگیم این خود چون خدا میگوید حقه یا چون مارکس میگوید حقه. اگر انسان برای دین باشه یا مرام باشه میشه اینجورا، یعنی الان از یک مارکسیستی که خود رو برای مرام میدونه بپرسی حق چیست، این باید به مارکس رجوع کنه یا به لنین رجوع کنه، بسته به این که کدومش تو مثلا نقش داشته باشه در رهبری او، و او به استناد قول او بگوید از این حقی هست یا نیست، اگر هست معناش چیست. اما اگر این طرز فکر برای خود بداند، اون وقت میفهمه که نه، حق باید دلیل در خودش باشه، نه چون آقای مارکس میگوید یا آقای لنین میگوید یا حتی خدا میگوید حقه. چون حقه باید خدا میگوید، چون حقه باید آقای مارکس بگوید. بس ویژگی های حق اون تاکید حق به اونها تعریف میشود، این باید مستقل از گوینده باشه. پس حق دینی و غیر دینی نیست، حق بنابر این که دلیل حق در خودش. و حالا دینهای هست که این حق رو میگویند که من و شما این حقوق داریم، دینهای هست که نمیگویند، دینهای هست که از خود بیگانه شدن، اصلا یادشون رفته که ما این حقوق داریم. غالب دینهایی رو الان مثلا من میگم غالب به لحاظی که مثلا مسیحیت تا سال 1964 اینجور که یادمه حقوق بشر نپذیرفته بود، یعنی راه نداده بود به خودش، از اون زمان راه داده به خودش.
حالا الان کلیسای مسیحی یکی از مدافعان حقوق بشر است. اینکه شنونده ما توجه بکنه وقتی من میگم راه دادن به طرز فکر این اهمیت داره، خیال نکنه که مثلا سابقه ندارد. نه، چرا سابقه داره. از خود این حقوق بشر رو نمایندگان ادیان نشستن در سان فرانسیسکو تنظیم کردن، ولی خب هنوز راه مثلا جا نیفتاده. آلن تورل هم که جامعه شناسه همین حرف میزنه دیگه، میگه هنوز این پذیرش پیدا نکرده، مونده بیرون. نسبت به انسان، نسبت به حقوق را نسبت به خود، مثل یک چیزی بیرون از اون قرار داره که وارد شده باشه، که بچه فرهنگ پیدا کرده باشه، وارد شده باشه در زندگی روزانه او، در فعالیت های او، که فرهنگ سازه وقتی که انسان طلاقه. این هنوز نشده. خب پس این حقوق رو اگر این که بگیم چون فلان دین میگوید در رنگ دینی دارد من قبول ندارم، یا یه تعریفی در دینی دارد که من قبول ندارم، این مصداق نر خر بخیل میشه. باید مثل اینه که بگه که واکسن رو، این بیماری الان این بیماری کووید 19، بگه چون واکسن مثلا روسا پیدا کردن یا چینیا پیدا کردن یا امریکایی ها پیدا کردن، یا بسته به اینکه کی با کی چه نظر داشته. نه آقا، من اون رو حاضر نیستم تزریق بکنم. این در واقع نرخل بخیل دیگه، این حیات خودشو حاضر عدس بده الا اینکه از این قرض و مرض نمیتونه خودش رها کنه. این وقتی چرا این قربانی این قرض میشه؟ برای اینکه در طرز فکر او برای عقیده است. وقتی او برای عقیده است با یک چیزی که اون رو از خود نمیداند میشه زد، هیچ محل نداره. وقتی عقیده برای انسان، دین برای انسان، مرام برای انسان، تضاد با مرام بی معنا میشود. برای که من میبینم اون مرامی که برای من است این رو عمل میکنم، نقد میکنم و میپذیرم که دیگری هم هر داره مرام خودشو داشته باشه. دین من برای من، دین شما مرام شما برای شما، این میپذیره. اما اگه من برای مرام باشم، نه، نمیتونه بپذیره. نه، میگه اینه که من دارم درسته، اونی که تو داری غلطه. تو باید یا مثل من باشی یا من حاضر نیستم با تو از هم میشنم حرف بزنم. این لو میدهد کسی که تو ذهنش هنوز این آزاد نکرده، این رو نپذیرفته که آقا این مرام برای انسانه، انسان برای مرام نیست. اینه چون نپذیرفته، این رد مرام میکنه شما وسیله دعوا. حالا این در بحث دیگه بهش میرسیم. برحال در اینجا که در این بحث درست این بود که توجه بکنیم به این که مرام و این حقوق از خود استقلال دارن، از خود هستی دارن، صدا دلیل وجودشون در خودشونه، مستقلن از دین و مرام هستیم. و اگر ما انسان ها این حقوق رو در خود بشناسیم، عمل بکنیم، به طرز فکر خودمون راه بدیم، این اون وقت دین میشه برای ما، به روی حقوق باز میشه، این حقوق میشه مشترکات، اضافه میشه بر مشترکات مثلا ما در مورد ایرانیت، و ما میتونیم با اون مسئله که جهان امروز در برابر او قرار داره و اون تهدید حیات در بر روی زمین هست، این راهکاری هم جز همین وجدان به حقوق و عمل به حقوق ندارد، این مثلا زندگی رو بر بگذینه و در سرزمینی که داره بیابان می شود این بتونه او رو برگردانه به
سبززار، طبیعت سالم و پیشگام بشه در جهان امروز. هیچ دلیل ندارد که غیر از این بشه. این هم بحث امروز ما. بله، خیلی ممنونم ازتون آقای بنی‌صدر. امروز فکر میکنم در ابتدای فراموش کردم تاریخو بگم، 17 شهریور 1399 که مصادف با 17 شهریور که در واقع آغاز پایان آقای پهلوی بود، محمد رضا پهلوی. اشتباه که پشتار میدان جاله. بله. یادی که از اون بکنین برمیگرده به همین امروز. شما در مورد اینکه دین برای انسان است، انسان برای انسان، انسان برای انسان است، فرمودید که به نازیسم میرسه. از جمله به یاد یک حکایتی افتادم از زمان اون دوره که یک مادری رو دوتا بچهش رو جلوش رو میذارن تو همون بگیر و ببندای حزب نازی که یکی از دوتا بچه تو ما میخواییم اعدام بکنیم، تو انتخاب کن کدوم اعدام بکنیم که ببینید در چه شرایطی مادر رو قرار میدن. و بعد از اینه که مادر در اون، حالا آدم خودشو میذاره جای اون مادر، اصلا یه حالت خیلی ناجوری با آدم دست میده. مادر یکی رو انتخاب میکنه، حالا به هر چیزی که تو دلش بود، و بعد جلو چشش هر دوتا رو میکشه. برگردیم به امروز که در دین برای انسان است، انسان برای دین، برادران افکاری رو گرفتن. معذرت میخوام. و برادر رو شکنجه کردن برای اینه که بر علیه برادر دیگه شهادت بده، دروغ‌هایی بگه. و الان گفته شد که از پنجشنبه بردنشون به یک جای نامعلوم. آقای حبیب رو محکوم به 17 سال زندان، آقای نوید رو به 2 اعدام و آقای وحید افکاری رو محکوم به 54 سال زندان کردن. و وقت تازه بعد از 2 اعدام 74 ضربه شلاق هم به هر ستاشون نفری باید بزنه. اون کسی که این حکم‌ها رو صادر میکنه و اون کسی که این حکم‌ها رو اجرا میکنه از تاریخ میتونه درس بگیره که سرنوشت آقای هیتلر به کجا رسید و استالین و رژیمش و سرنوشت محتوم این رژیم که انسان رو بر عقیده میخواد و اون سربازان گمنام امام زمان رو تو کلشون کردن که ما میدونیم که مشکلات هست ولی برای حفظ نظام که از اوجب و واجبات هست این کارها رو باید انجام داد. به این مقام دون انسان میرسه انسان. هر شود که میزان ذکاوت و حماقت انسانهایی که وابسته هستن به این رژیم رو هم میشه فهمید که چقدر میمونن با این رژیم در حال سقوط. در اون کشتی که توش یک آتش مهیبی افتاده و همینجور داره میسوزه و کم کم داره غرق میشه، هر کی زودتر به پره بیرون و شنا کنه و دور بشه ذکاوت بیشتری داره و همیشه بمونه در اون رژیم و برای حفظ نظام از اوجب واجبات هست فعالیت بکنه، دیگه عکس ذکاوت رو درش میشه دید. امیدواریم که به آغوش باز مردم برگردن سربازان گمنام امام زمان، بسیجیا و کسانی که این رژیم رو برپا نگه داشتن. آنچه که در فیلم هایی که مربوط به آموزش بسیجی ها دیده میشه میبینیم که چقدر شلوول و چقدر داستانش به موی بنده واقعا، که باید چجوری اینا رو مخشویی بکنن که برن توی خیابون ها و بگیر به من و عرض کنم که داغ و درفش رو اعمال بکنن به هموطنان ما. جلسه خیلی خوبی بود. از ایران هم در این مورد خیلی استقبال کردن. اینم سریع میخونم. امروز ضمن اینکه آخرین گفتگوی شما با آقای بنی‌صدر رو برای دوستان فرستادم، پیام آقای بنی‌صدر به مجامع رو در یوتیوب دیدم. با خود بازخورد گفتگوی دین برای انسان است یا انسان برای دین در بین دوستان عالی بود و همه تقاضا داشتن که از شما خواهش کنیم که در گفتگوی بعدی در این باره بیشتر توضیح بدید.